امور خارجه کانادا می گوید که این بودجه در زمینه های انفاذ قانون، تطبیق عدالت بر مجرمان و عملیات برای بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر هزینه خواهد شد. مبارزه با هراس افغانی و دولت سازی نیز جزء برنامه های کمکی کانادا به افغانستان خوانده می شود. به نظر می رسد جامعه جهانی به این نتیجه رسیدند که تولید مواد مخدر با گسترش ناامنی ها ارتباط مستقیم دارد. برنامه را با خبری از ولایت پکتیا ادامه می دهیم. ولایت پکتیا به امن‌ترین ولایت سرحدی کشور تبدیل شده است. مقام های محلی در این ولایت می گویند که تطبیق برنامه های بازسازی و همکاری مردم عامل مهم امنیت در پکتیا است. قرار است به زودی پکتیا و دیگر ولایات جنوب شرق کشور صاحب برق شوند و کار قیریزی سرک گردیز، زرمت و غزنی هم به زودی آغاز شود. حمید فهیم به این موضوع پرداخته است. ولایت پکتیا حدود 100 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد. مقام های محلی در این ولایت می گویند که موجودیت اقوام با نفوذ، برگزاری جرگه های قومی و همکاری مردم با دولت، ولایت پکتیا را به امن‌ترین ولایت سرحدی کشور تبدیل کرده است. سخنگوی والی پکتیا می گوید که در جریان دو سال بیش از 1800 پروژه کوچک و بزرگ بازسازی در پکتیا تطبیق شده است. او میگوید که در پکتیا تمام سرک ها قیریزی و یا هم در حال پخته شدن است. سخنگوی والی پکتیا میگوید که با توجه جدی رئیس جمهور قرار است به زودی در پکتیا و دیگر ولایات جنوب شرق برق انتقال یابد. د پکتیا او ټول ختیز دون لپاره د برېښنا د مزو د غزولو قرارداد په کابل کې لاسلیک شو. البته دغه د برېښنا مزي د ولسمشر جلال مب حامد کرزی په ځانګړې پاملرنه او لارښوونه دغه قرارداد لاسلیک شوی دی. قرارداد انتقال برق به ولایت جنوب شرق پیشتر در کابل به هزینه بیش از 82 میلیون تکمیل شده. قرار است پکتیا و بقیه جنوب شرق بند. سخنگوی والی پکتیا میگوید که پروژه های بازسازی با حمایت و همکاری مستقیم مردم تطبیق می شود. او میگوید که تاکنون مردم پکتیا در جرگه های قومی خود تصمیم گرفتند و پروژه های بازسازی را از تخریب طالبان نجات دادند. پکتیا که دست سرک تا سنشی پیدا کولی چه هغه دی خامی او هغه تا دی تمبر یا دی قیرکول پروگرام نوی. پکتیا که پا عمومی سرکنو مثلا گردیز خود سرک مندی عملا کار روان دی گردیز تر سرحد دی پاکستان پوری چه داد سد پاسا شپگ نوی کلومتر سرک دی پا دریز زیو که پا دی مندی روان دی او داغ سرک دی پکتیا نه ولسوالی لمرکز سرنخ که سرک گردیز، زرمت و غزنی پروژه دیگر بازسازی به ولایت جنوب شرق است که به گفته سخنگوی والی پکتیا تا چند روز دیگر کار آغاز می شود. سخنگوی والی پکتیا می گوید که این سرک به طول 86 کیلومتر پکتیا را به غزنی و ولسوالی زرمت وصل می کند. قرار است این پروژه تا دو سال آینده تکمیل شود. خبرهای خارجی بعد از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. UPVC تولید کننده دروازه و کلکن های UPVC در افغانستان. خصوصیات تولیدات غلغله UPVC: عایق حرارتی در برابر گرما و سرما، نصب آسان، عایق صوتی، نمای زیبا. آدرس دفتر مرکزی: شهرک امید سبز، دارالامان، کابل. نمایندگی فروش: نمایشگاه و فروشگاه محصولات غلغله گروپ، دهمزنگ، کابل. شماره های تماس 0799-67-67-97 0700-18-18-90. نیروهای متخصص، جمع تجهیزات مدرن، برابر است با
شرکت ساختمانی و سرکسازی غلغله گروه. آدرس دفتر مرکزی: شهرک امید سبز، دارالامان، کابل. شماره های تماس 0799-27-6797 0700-18-18-90. باز هم خوش آمدید. حال جواد سروش برنامه خبری این ساعت را با خبرهای از جهان ادامه می‌دهد. از همکارم سپاسگزارم. تمنیتنی که ما را هم پذیرا شوید و توجه نمایید به چند رویداد از خارج کشور. باراک اوباما لایحه بودجه سال آینده خود را که بالغ بر 3.8 تریلیون دلار می شود به کنگره آمریکا ارائه کرد. در سند ارائه شده برای تحرک بیشتر اقتصاد آمریکا 3% افزونی بودجه پیش بینی شده است. برنامه های ایجاد اشتغال در صدر برنامه های آینده دولت آمریکا قرار دارد. ارائه بودجه سال آینده آمریکا به کنگره این کشور نسبت به سال گذشته این سند افزایش 3% پیش بینی شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنگام ارائه بودجه دولت اولویت برنامه های خود را افزایش شغل اعلام کرد. در حال حاضر نرخ بیکاری در آمریکا به 10% رسیده است. هنگام ارائه طرح بودجه آقای اوباما برای جلب حمایت کارفرمایان حذف مالیات چشمگیری را پیشنهاد کرد. همکنون دولت آمریکا با کسر 1.4 تریلیون بودجه روبرو است. آقای اوباما دولت پیشین آمریکا را مسئول این کسر بودجه دانست. دلیل این امر را رئیس جمهوری آمریکا افزایش هزینه های دولت از جمله هزینه های جنگی دانست که هر روز پرداخت نشده است. اشاره اوباما به دولت جورج بوش است که در زمان دولت او جنگ های افغانستان و عراق آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. سال گذشته باراک اوباما شماری از برنامه ها را به دلیل صرفه‌جویی حذف کرده بود که با مخالفت نمایندگان کنگره مواجه شد. اکنون نیز انتظار می رود که صرفه‌جویی های او از سوی کنگره آمریکا رد شود. 55 کشور پیشرفته و در حال توسعه تعهد کردند تا میزان تولید گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. این اقدام پس از آن انجام می‌شود که در اجلاس تغییرات آب و هوایی بر این کار تعهد کرده بودند. آمریکا تا 17% و چین تا 45% بر کاهش تولید انرژی که منجر به آلودگی هوا می‌شود تعهد کردند. این اقدام کشورها گامی است به سوی هدفی که سازمان ملل متحد آن را تعیین کرده است. اما فعالان محیط زیست این تعهدات را کافی نخواندند. در اجلاس تغییرات آب و هوایی که در کوپنهاگن با ابتکار سازمان ملل برگزار شد، توافقنامه‌ای تنظیم شد که بر اساس آن پیش از ختم ماه جنوری از دولت‌ها خواسته شده بود تا به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای اقدام کنند. تعهد تازه برای کاهش آلودگی هوا شامل کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه می‌باشد که 3/4 کل مصرف کنندگان انرژی را در بر می‌گیرد. یک مقام بلندپایه ملل متحد در بخش جلوگیری از تغییرات اقلیمی گفته است که مقابله با این چالش نیازمند تعهدات بیشتر است. اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، برزیل، چین، هند و آفریقای جنوبی از تهیه کنندگان اصلی توافقنامه کوپنهاگنند که تعهدات نامه خود را به کنوانسیون اقلیمی ملل متحد تسلیم کردند. در ماه دسامبر سال گذشته این کشورها به کاهش تولید انرژی که منجر به آلودگی هوا می شود توافق کرده بودند. در جریان اجلاس تغییرات اقلیمی ملل متحد در کوپنهاگن، آمریکا تعهد کرده بود که تا یک دهه آینده تولید گازهای گلخانه‌ای را تا 17% از میزان تولید سال 2005 کاهش خواهد داد. البته این تعهد آمریکا نیازمند تصویب از سوی کنگره این کشور است. زیلاند نو اما پای خود را پس کشیده است. این کشور گفته است که بدون یک تعهد بین‌المللی هیچ اقدامی را در این زمینه انجام نخواهد داد. در مقابل چین تعهد کرده که بر تعهدش مبنی به کاهش تا 45% گازهای آلوده کننده باقی است. انور ابراهیم رهبر مخالفت مالزیا با اتهام عمل نامشروع جنسی با یکی از کارمندان سابقش در دادگاه حاضر شد. آقای انور این اقدام را تلاش دولت برای کنار زدن او از صحنه سیاسی خوانده است. گروه های مدافع حقوق بشر نیز اقدام دولت مالزیا را متهم به انجام دسیسه برای جلوگیری از بازگشت دوباره مخالفانش به عرصه سیاست توصیف کردند. انور ابراهیم رهبر مخالف دولت مالزیا برای بار دوم است که به اتهام عمل نامشروع جنسی محاکمه می شود. در زمان ورود به جلسه